سلام علیکم و شب شما بخیر. خوش آمدین به مرحله اعلان نتیجه اشتراک کننده ها. در برنامه امشب تنها 3 اشتراک کننده باقی میمانه و 3 اشتراک کننده با کمترین رای استیج بزرگ آواز افغانستان ترک میکنه. و فراموش نکنین که هفته آینده مرحله نهایی برنامه آواز افغانستان است. در ابتدا به افتخار یاوران برنامه ما. عبید جان جوینده. فرشته جان سما. و قیس جان الفت. تشکر شرکت نوشابه های گولدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. اولین 2 اشتراک کننده ای که روی استیج اجرا می کنن، احمد شاه نوری و بشیر احمد بهنام از گروه فرشته جان سما. دو زلفان افشان افشان با مل سنگ تراشان دو زلفان افشان افشان مرا کردی پریشان دیگر نمیام با مل وای دیگر نمیام با مل دیگر نمیام با مل وای دیگر نمیام با مل آهنگ زیبای محلی هراتی. احمد شاه جان، در مورد محل سنگتراشان یک چیز خوب بگو که ما بفهمیم که این آهنگ چرا ساخته شده، این محل سنگتراشان در هرات کجا است؟ دیگه آهنگ از استاد محمد جان خوشنواز است. یک آهنگ محلی دیگه، برای آهنگ محلی و خودت میفهمی در مورد محل سنگتراشان؟ فقط همین قدر میفهمم که محل سنگتراشان به هرات یک محله و محمود جان خوشنواز که ساخت کمپوزیتور یا آهنگ ساختن از اون محله هم همی آهنگ بساخته بودن. خب دعوتش کرده بودیم یک بار، یا آهنگ اجرا کردن در یک از برنامه های طلوع هم. چطور اجرا کردین امروز و راضی هستین از اجرای امروزتان؟ والله ما خوب راضیم دیگه، ببینیم یاورای محترم چی نظر دارن. همچا جان خودت چطور؟
ما هم خود در حدی از اجرا خورزیم دیگه. باز نظر به یاورای عزیز ببینید تصمیم از اینا چیه و چی میگم اینا برام. بیاین که نظر یاوران را بشنویم که چطور اجرا کردن. در ابتدا فرشته جان که زیاد طرفدار موسیقی محلی هراتی و موسیقی خراسانی هم است، ولی افسوس به این که امشب نمیتونی که احمد شاجان خودت افس کنی، اگر رای برده باشه باز او را زورش نداریم. حالا نظرتان را بشنویم. درست گفتین، دقیق گفتین امید جان عزیز. خب آهنگی که شنیدین آهنگ از محمود جان خوشنواز است، یکی از هنرمندای بسیار موفق هرات که آهنگای بسیار زیادی دارن، آهنگای خراسانی زیادی دارن. به افتخارشان یک کف بلند لطفاً. آهنگ بسیار مقبول خواندن. خب آهنگ از مو روحیه گرفته، از مو خود محل سنگتراشان یا محل خود آهنگای محلی هراتی، به مو خاطر است که به نظر من در مو تار و پود از اینا ای آهنگ هم تو آمیخته شده و به نگاه ما که ای آهنگ بسیار همطور مقبول و رنگین و بسیار زیبا خواندن و ما از اجرایشان راضی هستم. بسیار خوب بلای خواندن، بسر خواندن، آهنگ بسیار مقبول اجرا کردن. تشکر. رشته جان، عبید جان، به نظر شما اجرای کدامشان بهتر بود امروز؟ دوشرا کننده آواز افغانستان بشیر جان بهنام و مشیر جان نوری از خوبترین ها هستن. اردیشان آوازه بسیار زیبا دارن. مشیر جان نوری آواز بسیار مقبول بلند و محلی دارن و بشیر جان بهنام آواز بسیار زیبای غزل تیپ دارن. اما با واسفزام یه آهنگ که محلی است بسیار خوب اجرا کردن و من نمیتونم یک شب دیگهش ترجیح بدم. اردیش هم تا به حد خود بسیار مقبول اجرا کردن. تشکر شما. و حالا از فیض جان میپرسیم که شما چی نظر دارین؟ در این اجرا به نگاه من رنگ آواز و می کوالیتی که رقم که خواندن بشیر جان خوبتر خواندن. و این گپ شما میفهمین که امشب یاور نظر بر روال برنامه نمیتونه که یکی از اشتراک‌کننده را حفظ کنه. بهنام، امشب که یک مرحله بسیار اساس و تنها یک اشتراک‌کننده از تیم شما و مرحله نهایی که هفته آینده بخیر پخش میشه را پیدا میکنه، فکر میکنی که به او حد رای گرفته باشی که احمدشاه نوری را پیش کرده باشی در رای گیری؟ والله کمپانی زیاد خودم خوبی روانده برنامه که برای ما شما معلومه که یک نفر با کمترین آرا استیج ترک میکنه. اگر من باشم مشکلی نیه. اعتماد داری بالای علاقمندای آوازت و کسایی که زیادتر موسیقی خراسانی را دوست دارن؟ بله، یا من اعتماد خود انشاءالله 100% دارم و برای مردم هم احترام دارم چون رای دادن برای من. تشکری میکنم از اینا. خیر ببینیم. خب ما ناگزیر باید اعلام کنیم که امشب کی با ما میمانه و کی از پیش ما میره؟ اشتراک کننده که از میان شما دو نفر امشب استیج آواز افغانستان را ترک میکنه، احمد شاه جان بعد از یک وقفه کوتاه براتان میگیم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. اپلیکیشن آواز افغانستان از اپل استور دانلود کنین و برنامه آواز افغانستان با کیفیت بالا تماشا کنین. و حالا وقت اعلام نتیجه. یک سوال کوتاه متوجه هر دوی شماست. از میان شما اگر در مرحله نهایی راه پیدا نکنی چقدر متاثر میشی؟ بهنام، پیشتر هم گفتم ما فعلا علاقمند آخر پیدا کردم. روند برنامه همیه که با کمترین هارو یک نفر استیج ترک میکنه. اگر ما همین شب که حذف شوم بسیار بی‌تفاوت است اگر از برنامه حذف شوم. اگر به فاینال راه پیدا کنم خود 100% خوشحال میشم. یعنی اگر حذف هم باشم دیگه رای مردم چیزی گفتن نمیاد. اما شاهجان نوری، چقدر برات ارزش داره که امشب به مرحله نهایی را پیدا کنی؟ دیگه امید جان، اگر بر نهایی خود را پیدا کنم زیاد ارزش داره و اگر راه هم پیدا نکنم خب بازم خوش هستم از این مقام. خود
حالا وقت اعلام نتیجه و من نتیجه کسی را اعلام میکنم که به مرحله نهایی را پیدا کرده. از میان احمد شای نوری و بشیر احمد بهنام، کسی که به مرحله نهایی برنامه آواز افغانستان را پیدا کرده، بشیر احمد بهنام است. تبریک باشه، خوش آمدید به مرحله نهایی آواز افغانستان. بفرمایید. و برای خودت تبریک میگی میره که تا این مرحله رسیدی و متاسف هستیم از اینکه. من سلام عرض ادب دارم خدمت یاورای عزیز، حاضرین در تالار، نوازنده‌های بسیار محترم. از رای هم که تک تک برای من همشهری هایم رای دادم احترام میگذارم. این مقام دو هم مقام کمی نیست. خوشحال هستم، هیچ مشکل ندارم. تشکر از استاد خفرشی جانم، تشکر میکنم که دو هفته مر سیف کردن. بسیار زیاد تشکر میکنم ازتون. حالا از فرشته جان میپرسیم که رای مردم چقدر قابل قبول بر شما بوده؟ بلا، به شما معلوم است که امی آوازخوانی، امی سبکای مختلفی که میگیم که می شیوه و رنگ رخ مختلف خواندن، خود از امی مربوط میگیره به یک سبک. ما هم غزل خوش دارم و هم آهنگای محلی را زیاد خوش دارم. برای ما واقعا جای افتخار است هر کدام از اینا که اگر امروز برنده شدن، ما با هر دو نتیجه راضی هستم، به خاطر از اینکه بشیر جانم مقبول میخونه و همچنان امچا جانم مقبول میخونه. دیگه چیزی گفتن نمیتونم و یام باخت نیست. تا این مرحله به حساب نهایی که رسیده، خود از یک اگر باخت فکرش کنن یا برد فکرش کنن، یک خیز بلند است برای یک واقعا موفقیت بیشتر. و ما خوشحال هستم، راضی هستم. و خب به شما معلوم است که مردم چیزی که باز مردم در آخر انتخاب کنند، دیگه فیصله نهایی امو چیز میشن. تشکر. بله. و دوستا، حالا احمد شاه جان نوری آخرین آهنگ خود روی استیج آواز افغانستان اجرا میکنن. چانس خوب احمد شاه جان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. کسایی که از محصولات تازه گلدن لایف استفاده کردن خیلی ها راضی هستن. شما محصولات تازه گلدن لایف با طعم‌های مختلف فراموش نکنید، در بازارهای سراسر افغانستان پیدا میشه. و تشکر شرکت نوشابه های گودن لایف که برنامه آواز افغانستان هم تمویل کردن و حالا اشتراک کننده هایی که روی استیج میاین، فرهاد اشرت و عبدالحی امیری از گروه عبید جان جوینده. Yeah.
فلک نشانه پیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد. روزی که فلک نشانه پیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد. پیوسته به زلف یار پیچیده شده، پیوسته به زلف یار پیچیده شده. یک آهنگ شاد و مقبول از فرهاد دریار اجرا کردن. با این آهنگ عبدالحی راحت بودی خودت؟ البته راحت بودم. فرهاد جان خودت چطور؟ ما راحت بودیم، مگم قسمی که در تمرین کرد پیش نوازنده کما که پخش شد تمرین ما کرد ما بالا بود، مگم اینجا نفهم که چی مشکل بود کرد پیش کما که پایین شد. کرد پایین بود. آیا این که کرد پایین بوده عبید جان شما میره احساس کردین قسمی که فرهاد شکایت کرد؟ بعضی قسمت‌های این آهنگ ساختارش هم طور است که بعضی قسمت‌هایش بسیار پخش است و برای کسی که وسط آوازش بخصوص برای عبدالحی جان که آواز محلی داره همون بخشای کمک پخش به گوش می‌خورد، اما با وسوسه‌ام تانستن که خوب هم آهنگی بکنن و برای فرهاد جان کاملا آهنگ مساعد بوده که از لحاظ وسط آواز و از لحاظ کرچ اما روی هم رفته اجرا دیدن بسیار عالی بود. نام خدا. تشکر از شما. فرشته جان، اجرای امشبی دو اشتراک کننده چطور بود؟ در کل، در مجموع آهنگ مقبول انتخاب کرده بودن، مقبول خواندن. اما قسمت‌های پایین آهنگ، قسمی که پیشتر عبید جان گفتن، به نظر ما با گوش یک ذره همطور درست نمی‌آمد. یا ایست که صدا بسیار پخش بود، موزیک بلند بود و ای خویی مشکل خوب بود. اما قسمت های بلنده که فرهاد جان اجرا میکرد، خدای دارم خدا فکر میکردم که کمک با فشار میگه دیگه، می احساس ما دارم. و در قسمت عبدالله جان که صدای بسیار مهدی مقبول داره، شما همچنان بسیار مقبول صدا داریم، فرهاد جان همچنان. اما قسمت های پخشش قدر تر واضح معلوم نمیشد، تر درست رنگ صدایتون دیش نمایان نمیشد دی آهنگ، ولی در مجموع مقبول خواندین، آهنگ زیباست، خوب خواندین. خب از قیز جانم میشنویم، وی سوال متوجه شما هم دلابلای نظره که میگین ایران اگر بگنجانین بهتر است. امی انتخاب آهنگ خوب بودک، خوب اجرا کردن. البته آستایی آهنگ از سرای پایین شروع میشه، اونم سرای پایین کم هوا بودک، اگر سرای بالا رو که می رفتن خوب بودک، کرچ پایین بودک، سرای بالا رو که می رفتن و جای بودک کمی آهنگ که پور داره پورایش صحیح می گفتن. و نگاه ما خوب اجرا کردن و افتخار هر دو اشتراک در کنم. دوست عزیز، وقت اعلان نتیجه رسیده، اما قبل از او یک وقفه کوتاه داریم و زود برمی گردیم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوباره خوش آمدین دوستان عزیز. شما میتونید که عکس‌های جالب و ویدیوهای دیدنی را در صفحه اجتماعی فیسبوک ما هم جستجو کنین. آدرس فیسبوک ما است facebook.com/device-afghanistan. و حالا وقت اعلام نتیجه رسیده. فرهاد جان، چقدر در دلت ای آرزو را داری که بری بخیر به مرحله نهایی را پیدا کنی؟ خب عمی جان، قسمی که شاعر میگه هر که دل دارد آرزو دارد، هر کسی خوش داره که پیش بره در مرحله نبرد. همی 64 نفری که آمده بود همش به خاطر
مقام قهرمانی اومده بود مقام اول بگیره. اگر مگر پیش برم بسیار زیاد خوش میشم، اگر خدای نخواسته بودم شویم دیگه چیز گفتنی ندارم، چیزی که مردم قضاوت کنه ما به قضاوت چون راضی هستیم. عادل هایجان امیری، اگر امشب انتخاب شوی، اگر رای برده باشی، میری بخیر به مرحله نهایی. در غیر از او تا این مرحله پیش آمدی و از برنامه حذف میشی، چقدر این آرزو را در دل بسته کردی که در مرحله نهایی آواز افغانستان هم خودت اجرا کنی؟ البته این خو رضای هر کدام از اشتراک کننده بود. دیگه فعلا چیز گفته نمیتونم که مردم چی تصمیم گرفت و مردم برای کی رای داد، مردم با کدام علاقمند خود رای داد، دیگه ایره گفته نمیتونم که آرزو خو زیاد دارم که پیش برم حالیا، دیگه بر فعلا چیز گفته نمیتونم. آیا آرزویی کی برآورده نشد؟ هر اشتراک کننده با این آرزو و امید آمدن به برنامه تا به مرحله نهایی را پیدا کنن، اما کسی که آرزوهایش پوره نشده و امشب با دل ناخواسته استیج بزرگ آواز افغانستان ترک میکنه، فرهاد اشرت است. و عبدالحی امیری، خودت به مرحله نهایی را پیدا کردی و برای تبریک باشه. فرهاد جان، میخواییم گپ های آخر شما را هم در برنامه امشب آواز افغانستان بشنویم. من تشکری میکنم از عده دوستایی که برای من اسمس کردن و از تشکری میکنم از کسایی که اسمس هم نکردن. خب برنامه است، روند برنامه هم قسم است که باید یک تاو چوه دیگه. این جای افتخار است برای من که من تا این مقام دوم از خاطر هزارها نفر جای مقام دوم گرفتیم، به ما واقعا جای افتخار است. و من یک تشکری میکنم از یاور بسیار خوبم، واقعاً زم نزدیک یک یاور خوب هستن، یک شخصیت بسیار خوب و یک انسان بسیار خوب و واقعاً تا اندازه آخر راضی هستم. شکر. خب آخرین آهنگتان میشنویم فرهاد جان، آماده هستین که یک آهنگ اجرا کنین؟ بله بله. یک کف بزنین که یک ذره روحی شکسته جرأت پیدا کنه. ساز بیرا می بتغا یارو یاری را بده زاز بیرا می بتغا یارو یاری را سایزی تشکر از شرکت نوشابه های گولدن لایف که برنامه آواز افغانستان را تمویل کردن. و حالا لیلا برگی و نجیب الله شیرزاد از گروه قیس الفت رو استیج میارن.
سر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشاط آفریدی، تو در صفحه گل صحافت کشیدی. اینجاست که از میان لیلای برگی و نجیب الله شیرزاد کی به مرحله نهایی را پیدا میکنه. خب بیاییم در ابتدا یک بار از یاورا بشنویم، به خاطر که لیلا جانم ایران مانده که چی بگویم. قیز جان کرجه کم زده اگر برای نجیب جان پنج گرفتیم، از خاطر که بتانن اینا دوگانه که لیلا خانم بخوانن. البته کم زده اگر امو خاطر کم زده کرچ برای نجیب الله پخش بود، لیکن بسیار خوب اجرا کردی لیلا جان. بازم کم زده اگر بیلی شدی تشکری به شمین جان میکنه که بالای کردن میمونه. کم زده اگر مشکلات در خودت داشتی دیگر اجرای خوب بودن. تشکر فرشته جان. آهنگ مقبول انتخاب کرده بود فرشته جان برشان. مشکل است در یک آهنگ دوگانه برای دو گلون مختلف واقعا آهنگ انتخاب کردن کار آسان نیست، که به خصوص کرچه مختلف باشه، گام های آواز مختلف باشه. و به مو خاطر قسمی که قیجان هم گفتن کرچ پخش بود، کمک کمی آستایی در مجموع کم هوا بود به خاطر که کرچ پخش گرفته شده بود. و در این قسمت ای رو باید یادآوری کنم به خاطر تمام خانم های افغانستان، که واقعا افتخار بزرگ است که خانم یعنی در این استیج بزرگ اجرا میکنه، آهنگ اجرا میکنه، موفقانه اجرا میکنه و می جرأتش میکنه که بیای در این شرایطی که هست، خوب و خراب، خوب به هر صورت در قیوداتی که است. از این نگاه من برای لیلا جان موفقیت عرض میکنم، تبریک میگم برشان، امی جرأتشان، امی زحمتایی که کشیدن. دیگه زیبا خواندن، ولی در قسمت انتره آواز یکمک جری پیدا کرد و چندین بار جریگک ها و بیسوری های خود داشت، ولی باز هم اگر مقایسه کنیم نسبت به سابق اجراعات سابقشان بسیار آوازش بهتر شده، خوبتر شده. دیگه آهنگ در مجموع خوب اجرا کردن، آهنگ مقبول بود. ما موفقیت برای هر دوشان میخوایم. تشکر شما. و حالا از عبید جان جوینده میشنویم که چی نظر دارن. از این جایش راضی نیستم، به دلیل که مرحله بسیار اساسی است، مرحله بسیار مهم رسیدیم، تقریبا با آخر رسیدیم در برنامه و ما انتظار داریم از اشتراک کننده که به مراتب بی‌نقص اجرا بکنن. کل انرژی خود در این
قسمت برنامه بخرش بدن که خوب اجرا بکنن. در این آهنگ من رنگ آواز نجیب جان شهرزاد اصلا نفهمیدم که چی خواندن، به دلیل امو متناقض بودن کرچشان است که برشان بسیار پخش بود. خانم برگی از سر تا باخره بلای خوانن، به جای برداشتن باز در قسمت. ما انتظار داشتیم که در این مرحله بسیار بهتر اجرا بکنن، به او دلیل چون توقع ما بالا بود اصلا نتونستیم که رضایت خاطر ما را کسب بکنین. یاورتان نیفهم که چقدر راضی هستن. در صورت شما هم نواقصتان گفتن و تا حد را امرای ما موافق هستن. شانس خوب برتان میخواییم. تشکر از عبای جان. لیلا جان، عبای جان گفت که اش شروع بلای، باز هاستایی بلای، انتره بلای. مزرعه می خواهیم، امید دارم که بتونم باز اگر در برنامه بودم خوبتر اجرا کنم. خود باشی در برنامه؟ ویش نمی فهم، اگر باشم خوب بسیار خوش میشم، اگر نباشم بازم متاثر نمیشم به خاطر که دو بهترین هم مقام کمی نیست و یعنی که می باشه. نجیب شیرزاد آه یا نه؟ نه متاثر نمیشم، چون در بزرگترین استیج آواز افغانستان تا مرحله دو بهترین آمدیم، با من افتخار است. و ایرا یک گپ دیگر هم میخوام بگم که در سر علاقمندای خود 100% اطمینان دارم ان شاء الله در برنامه است. و حالا دیر انتظار مانده این، زیر فشار روحی هم هستین که آیا به برنامه انتخاب شدین یا خیر. بخوایم که نتیجه را اعلان کنم. هموطنان عزیز، اشتراک کننده که به مرحله فاینال یا نهایی از میان لیلا برگی و نجیب شیرزاد را پیدا کرده، برش تبریک میگیم، مبارکش باشه. و با کسی که راه پیدا نکردم خیلی ها متاسف هستیم. خودت به مرحله نهایی راه پیدا کردی، برای خودت تبریک میگیم، خوشحالی کو، آرزوهایت برآورده شده، مبارکت باشه نجیب الله شیرزاد. تبریک باشه. لیلا برگی، چقدر آرزو داشتی که آواز افغانستان شوی؟ من بسیار آرزو زیادی داشتم که آواز افغانستان شوم و مطمئن هستم که شدم. دو بهترین مقام کمی نیست. بسیار خوش هستم. تشکر از برنامه آواز افغانستان، از طلوع و همچنان از یاورای عزیز و کسای دوستای تمامی دوستایم که مرا حمایت کردن، مردمیم که برای موت دادن. من اینجا آخر کار نیست، اول شروع کارم است. آهنگای خوبی امیدوار هستم که بتونم بسازم و مطمئن هستم که میتونم موفق باشم و پیش برم. تشکر، زنده باشم. تشکر دوستای عزیز. برنامه امشب آواز افغانستان با آهنگ زیبای از لیلا برگی به پایان میرسانیم. وبسایت ما را هم فراموش نکنین، میتونین که جریان مکمل برنامه آواز افغانستان با کیفیت بالا تماشا کنین. تا فردا شب، خدا نگهدار.
زنده باشه.